بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت نوری، اشراق، تأویل نوری. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل 28، عشق بازاری، صفحه 193. بسم الله الخیر الماکرین. 1. عشق بازاری آن عشقی است که در خیابان‌ها، میکده ها، کاباره ها و روسبی خانه ها در جریان است و عمر این عشق و اندازه عشق محرمانه است. 2. به زبان ساده، عشق بازاری تلاشی برای عاشق شدن است، حتی برای ساعتی. 3. عشق بازاری که صورت عامیانه و آشکار عشق حقیقی و پاک است، در عین حال محصول عاقبت ناکام عشق حقیقی هم هست، زیرا همه عشقهای حقیقی نهایتاً به تجارت و حساب و چانه‌زنی می انجامد و به پایان می رسد. زیرا معشوقه همواره نسبت به حق عشق کافر و منکر است و لذا حرف آخرش این است: من که عاشق تو نیستم، حالا اگر تو عاشق منی مربوط به تو می شود، پس باید مرا راضی کنی تا به وصال تو آیم. عشق بازاری نیز از همین جا شروع می شود، یعنی از آنجا که عشق محترمانه و حقیقی و قلبی به پایان می رسد، یعنی تجارتی که در یک طرف آن ظرف شهوت قرار دارد و در طرف دیگرش پول. 4. عموماً پنداشته می شود که شهوت جنسی مرد و عشوه و تنازی و دلبری زن است که ایجاد احساسی به نام عشق می کند، در حالی که اگر دقت کنیم اتفاقاً به عکس است، یعنی نیاز مرد به عشق جهت نجات از تنهایی روح و نیاز به یک محرم راز و همدل و همسر و همراه زندگی است که چون در طرف مقابل، یعنی زن، پاسخی مطلوب نمی آید، منجر به شهوت جنسی و هرزگی می شود. 5. همانطور که در بهشت ازلی هم به محض اینکه رابطه روحی بین آدم و حوا از بین رفت، درخت ممنوعه که مظهر تحریک شهوت جنسی بود پیدا شد که هر دو را از بهشت آرامش و همدلی و جاودانگی بیرون کرد و آنچه که ماند شهوت مرد به زن بود و نیاز زن به یک حامی دنیوی. 6. لذا آنجایی که عشق متقابل نباشد، فقط تجارت تن و پول باقی می ماند. هرچند که مرد تا به آخر عمرش پول به پای زن می پاشد تا شاید روزی او را عاشق بر خود نماید. این نیاز مرد به عشق است که هرگز نمی میرد مگر آنکه دلش بمیرد، که در این صورت تبدیل به حیوان نر، شهبت باره و زن باره و هرزه می شود، از آن نوعی که در عصر جدید به وفور دیده می شود و به همین دلیل امکان فساد مستمرن توسعه می یابد و تبدیل به یک تجارت عظیم جهانی می شود که همه تجارت های دیگر را تحت شعاع خود قرار می دهد. 7. عشق بازاری جبران فقدان عشق حقیقی است و بدون آن انسان دیگر میلی به ادامه حیات ندارد. 8. امروزه عشق بازاری به خانه ها همراه یافته و اکثر روابط زناشویی را هم شامل می گردد که چیزی جز تجارت تن نیست. 9. منطق عشق بازاری این است: من پول می دهم و در وصف تو اشعار عاشقانه می گویم و تو را چون خدا ستایش می کنم و تو تظاهر کن که عاشق من هستی. 10. این منطق حاکم بر کل تجارت جهانی اماکن فساد و روسبی خانه ها و رقاص خانه ها و روابط سرپایی زنان و مردان در خیابان است و در واقع خیابان ها قلمرو عمومی عشق بازاری است، وگرنه زنان تا این حد خود را بزک و آرایش نمی کنند تا مشتریان بیشتری جلب نمایند با نرخ برتری. 11. بسیاری از پسرک های تازه جوان که در خیابان ها به دنبال دختران بزک شده پرسه می زنند، چه بسا به یک عشوه و کرشمه و لبخند دخترکی ارضا می شوند و تا ساعت ها و روز ها عاشقند و در گمان خود معشوق دارند. 12.
آخر الزمان، عصر تنهایی و به خود وانهادگی و تفرید نفس بشر است، یعنی آن احساسی که در نسل‌های قدیم به سراغ پیران دم مرگ می‌رفت، امروز کل نسل جوان را مبتلا کرده است. ولذا تمدن مدرن تمدنی تنهاست، ولذا تمام هم و غمش همانا عشق است، یعنی راهی برای نجات از احساس تنهایی. 13. قیامت روزی است که هیچ کس مالک چیزی یا کسی نیست. قرآن. یعنی هیچ چیزی و کسی دیگر در دل راه و امکان بقا ندارد، ولذا دلها تهی و تنها و بیقرار است و احساس نابودی می کند. یعنی انسان نمی تواند به هیچ کس یا چیزی دل خوش نماید و دل ببندد. 14. این تنهایی جبری انسان مدرن در اعصار قدیم از آن عارفان و عابدان بود که در غایت سیر و سلوک الالله به آن می رسیدند، زیرا در مقابل خداوند قرار می گرفتند. ولی امروزه همه در حضور خداوند هستند بیان که بدانند و بخواهند، لذا همه تنها و میان تهی و بیکس شدند. ولذا فریاد عشق در سراسر جهان به آسمان می رود و همه جا بازار عشقیابی و تجارت عشق است و هر مردی جان می کند تا پول و ثروت و قدرتی کسب کند تا به آن وسیله بتواند زنی را وادار کند تا به او ادای عشق نماید و عشق بازی کند. 15. عشق بازی اساسی ترین اصطلاح و لفظی است که روح تمدن مدرن را بیان می کند. بازی با عشق، نمایش عشق، تظاهر به عشق. 16. هرچه میخواهی میدهم تا تظاهر کنی که عاشق منی و عشق مرا باور میکنی. این است حرف آخر انسان آخر الزمان که زمان خود را در نیافته است، زیرا از حضور خداوند بی خبر و بیگانه است. 17. جهان مدرن در یک کلمه عرصه اثبات عشقی است که نیست، و کل تلاش مرد مدرن برای این است که عشق خود را به زن بباوراند تا او هم عاشقش گردد، ولذا عاقبت هر رابطه ای تراژیک است، زیرا هرگز چون این امری نه ثابت می شود و نه باور می گردد. 18. اتفاقا مرد مدرن آخر الزمانی عاشق ترین مرد تاریخ بشر است، زیرا تنها ترین مرد تاریخ است، زیرا مرد آخر الزمانی است و دلش خدا را میبیند و او را میطلبد و صاحب دل منظور دل خود را نمیفهمد و لذا به دنبال زنان به راه میافتد و عشق دلش به خداوند را به زنان نسبت میدهد و زنان هم حق دارند که باور نکنند، زیرا خود را مخاطب این عشق آتشین نمییابند و لذا مستمرن بر نرخ وصال خود می افزایند. مهریه های نجومی. 19. زن در هیچ جای تاریخ تا این حد بازار بدن خود را داغ و پر رونق ندیده است، ولذا زن مدرن به لحاظ نفسانی به کام رسیده ترین زن تاریخ است و تباه شده ترین زن تاریخ و شیطان صفت ترین زن تاریخ. 20. مرد آخر الزمانی زن را با خداوند عوضی گرفته است، ولذا زن هم جز پرستش فزاینده از مرد توقعی ندارد که این پرستش فقط با پول معنا می‌یابد. 21. به همین دلیل زن آخر الزمانی هم مرد عاشق را مردی دیوانه و احمق می‌یابد که باید در حد توانش از این عشق او بهره گیرد و ریاست و خدایی کند. 22. پس اگر اشد کینه و نفرت و انتقام جویی مرد از زن در تاریخ را در مردان آخر الزمان شاهدیم، امری طبیعی و متقابل است تا آنجا که قتال بین مرد و زن در آخر الزمان به مثابه آخرین نبرد بشر بر روی زمین است و جایگزین همه انواع نبردهای طبقاتی و نژادی و مذهبی و امپریالیستی می شود، یعنی جنگ بین آدم و حوا آخرین و سرنوشت سازترین جنگ تاریخ است
همانطور که اولین جنگ هم بوده است. زیرا نخستین عداوت در تاریخ بین آدم و حوا در بهشت آغاز شد که موجب خروجشان از بهشت گردید. 23. اگر در میخانه ها و روسبی خانه ها مردان هرچه که دارند خرج زنان روسبی می کنند تا ساعتی را برای آنها نقش معشوقه حقیقی را بازی کنند، بیانگر عاطفی ترین و قلبی ترین و روحی ترین نیاز انسان آخر الزمان است. 24. این نمایش عاشقی بایستی با کمال فریبکاری متقابل انجام شود تا لحظاتی این نمایش تبدیل به باور شود و مرد لحظه‌ای به لحاظ روانی ارضا گردد و احساس کند که کسی هست که او را دوست دارد. او برای این احساس لحظه‌ای تماماً دروغ از کل پول و سرمایه و پسنداز خود هزینه می کند. 25. برای تحقق این احساس همزاد پنداری سینمایی فقط عشوه و بازی‌های پیچیده زن روسپی کفایت نمی‌کند، بلکه مرد هم باید به اندازه کافی مست و نشعب و بیهوش باشد تا بتواند روسپی مقابل خود را یک معشوقه آسمانی فرض کند و روسپی هم باید به اندازه کافی مست باشد تا این نقش را به خوبی ایفا کند. از این دیدگاه رسالت دجالی سینما در آخر الزمان هم بهتر درک می شود که چرا انسان مدرن بدون سینما قادر به ادامه حیات نیست، یعنی بدون خودفریبی شبان روزی نمی تواند بی عشقی را تحمل کند. 26. از این دیدگاه بهتر می شود به اساس و ریشه روانی اعتیادهای گوناگون بشر مدرن پی برد که این مسئله نیز تماماً ریشه در بی عشقی انسان دارد و فقدان عاطفه و محبت و دوستی در زناشویی ها. 27. به همین دلیل برای زن مدرن هم بهترین شوهر یک شوهر معتاد پول دار است، زیرا همواره قادر است که عاشق باشد و مشغول اثبات عشق خود به زن، و زن هم مشغول احساس خدایی در مقابل مرد. 28. بنابراین عشق بازاری و خیابانی و میخانه‌ای و روسبی‌خانه‌ای در عصر جدید به عنوان شاخص‌ترین ویژگی عصر جدید نشانه فقدان عشق حقیقی در خانه ها و زناشویی ها می باشد. 29. به همین دلیل زن مدرن به هنگام خروج از خانه همان کاری را می کند که زن قدیم در اتاق خواب برای شوهرش، یعنی آرایش و عشوه و لباس خوابش را در خیابان به کار می برد و در عوض در خانه اش با شوهرش زنی عفیف و باکره و نامحرم و پاک دامن است، زیرا شوهرش دیگر از بازی با عشق و تظاهر به عاشقی خسته شده و پولش هم ته کشیده است و بیمار و برشکست است و حالا نوبت مردان و زنان خیابان است. 30. این هزینه جانکاه جسمی و روانی و مالی مرد مدرن را به این وسوسه انداخت که اصلا چرا باید مرد باشم و اینقدر محنت و بدبختی بکشم؟ خودم زن می شوم و برای مدتی از این همه لذائذ و ریاست زنانه برخوردار می شوم. همجنسگرایی مردانه و خودارضایی. 31. و اما زنان هم متقابلن با خود می گویند ما که اینقدر خدا صفت و پرستیدنی هستیم که مردان برای ما دست به هر کاری می زنند، چرا خودمان به پرستش خودمان نپردازیم و اینقدر برای مردان نقش معشوقه را بازی کنیم، خودمان عاشق خودمان می شویم. همجنسگرایی زنانه و خودارضایی. 32. و این پایان عشق و نفرت آدم حوایی و نیز پایان عمر بشر بر روی زمین است. این عاقبت عشق بازاری است، یعنی آخر الزمان عشق دروغین. 33. و نیز بسیاری میگویند که چرا اینقدر برای محبوب خود هزینه کنم و التماس و خفت و خاری بکشم تا به من لبخندی بزند و در رخت خواب به من پشت نکند؟
با هزینه خیلی کمتر از این و بدون منت و جان کندن لقمه ای به یک سگ می دهم که تا ابد عاشق من است و به دنبالم می دود. سگ پرستی و رابطه جنسی با سگ تا سرحد ازدواج رسمی با سگ و سایر حیوانات. 34. پس این حیوان دوستی و سگ پرستی بشر مدرن داله بر غایت لطافت و محبت و انسانیت او نیست، بلکه داله بر غایت شقاوت و انهدام دل و روح و انسانیت است و در این حال تنها راه ادامه بقا بر روی زمین است و داله بر این حقیقت که بشر در همه حال به عشق نیازمندتر از نان شب و سرپناه و بیمه است و عشق سگی بهتر از بی عشقی است. نهضت سگ پرستان در غرب نمادی از این حقیقت مرگبار است. 35. این بدان معناست که انسان مدرن حتی از سگ هم بی عاطفه تر و پست‌تر شده است، زیرا با عشق این گوهره الهی تا این حد رذیلانه بازی کرده است. 36. بشر مدرن حاضر است که تمام زندگیش را بدهد و فقط روزی از عمرش را با کسی زندگی کند که او را دوست داشته باشد. 37. عصر آخر الزمان عصر بحران جهانی محبت است، ولذا بخش عمده ای از تجارت جهانی بر محور تجارت و دلالی محبت میچرخد و همه مفاسد خانمانسوز تمدن مدرن معلول فقدان یک جو محبت و عطوفت است. عشق بازاری حاصل مکر خداوند نسبت به کسانی است که با عشق مکر و بازی کردند، زیرا عذابی برتر از تظاهر به عشق نیست. 38. پیدایش بیماری های نابود کننده و عذاب آوری همچون ایدز نیز سند دیگری بر پایان این بازی است، عشق بازی، زیرا ایدز بسیار بیشتر از مرگ است. ایدز مرگ بازی با عشق است. 39. آخر الزمان دوره نزول و حضور و ظهور اشد عشق فزاینده در دل و جان و روح انسان است و این عشقی نیست که بشود با آن تجارت و فسق نمود. همه عذابهای مدرن در عصر جدید حاصل بازی با این عشق الهی است. 40. عشقی که باید معطوف به خداوند و اولیای او شود، عشقی که باید معطوف روح انسان گردد و به جستجوی محبوب حقیقی براید، صرف متعفن ترین عضو بدن یعنی عورت شده است. انسان مدرن قربانی عورت خیش است. ایدز عذاب عورت پرستی بشر است که او را با عورتش به بنبست رسانیده و دستش را از آن کوتاه نموده است تا دستش به سوی دوستان خدا دراز شود و از کسانی توقع محبت داشته باشد که محبت داشته باشند. کسی می تواند کسی را دوست داشته باشد که خداوند را بسیار شدیدتر دوست داشته باشد. قرآن: کسی که خداوند و دوستانش را بر روی زمین دوست ندارد اصلا دلی ندارد که بخواهد دوست بدارد. فصل 29. فلسفه عشق الهی. بسم الله المحبوب. 1. انگشت شماری از انسانها در طول تاریخ دم از عشق خود به خداوند زدند و یا از جانب مردم به چنین عشقی منسوب شدند که در تاریخ اسلام این جماعت معروف به صوفی بودند، مثل حلاج، بابا طاهر عریان، عراقی و امثالهم. 2. به راستی چگونه آدمی میتواند عاشق کسی باشد که او را ندیده و نمیشناسد الا به تصوراتی اکثرا باطل که حاصل قیاسی به نفس است؟ 3. مگر نه این است که عشق واقعی برخاست از دیدار جمالی است؟ آیا این عاشقان با خداوند دیدار کرده اند و عاشق شده اند؟ 4.
تقریبا همه کسانی که منسوب به عشق الهی شدند، انسانهایی سرگشته و سر به کوه و بیابان نهاده و پریشان و آواره و مجنون گزارش شدند که اکثرا مورد انزجار خلق هم بوده و چه بسا متهم به الحاد و فتنگری هم شده و گاه به قتل رسیدند. 5. این چه عشقی است که آدمی را در حیات دنیا این گونه پریشان ساخته و از زندگی بیگانه نموده و به مسلخ می کشاند؟ 6. اینان چه نوع زندگانی داشتند که با جمال پروردگار دیدار کرده و مبتلا به عشق الهی و جنون آسمانی شدند؟ 7. آیا واقعاً در جستجوی پروردگار و در آتش دیدار با او بودند که به آن نائل آمدند؟ اگر چنین بوده، پس پیشاپیش عاشق شده و ندیده مجذوب گردیدند تا به وصال رسیده و سپس به چنین جنون و سرگشتگی دچار گشتند. 8. حلاج در بازار شهر در میان مردم فریاد می‌زد که ای مسلمانان، داد من از خدا بستانید که به من جانی داده که در من قرار نمی گیرد و از آن راه فراری هم ندارم. حلاج یکی از مشهورترین این عاشقان خداوند است که دعوی انالحق می کرده و مصلوب و مسله شده است، آن هم با عشق و شور و شادی وصف ناپذیر تا لحظه جان کندن. این عشق وصال است که مرگی چون این هولناک را تبدیل به بزم عروسی می سازد. 9. در جهان اسلام فرقی به نام اهل حق وجود دارد که اکثر این عاشقان الهی برخاست از آن می باشند، از جمله خود حلاج و بابا طاهر و عین القضات و عراقی. این فرقه با مذهب علی اللهی نیز رابطه و نسبتی شدید دارد که گاه این دو فرقه را یکی دانستند. 10. فرقه اهل حق و علی اللهی به لحاظ نسبت تاریخی حاصل تلاقی و اتحاد مذهب مانوی و مزدکی با اسلام و تشیع است، ولذا به لحاظ اعتقادی از قدمتی بسیار زیاد برخوردارند و ایرانیان اصیل و پاک طینتی هستند که در اسلام و خاص ولایت علی علیه السلام دچار تجلی و تعالی روحانی خارق العاده شدند. 11. فرقه اهل حق را به لحاظ تاریخی از شخص سلمان فارسی دانستند که از جمله آخرین مقای مانوی و مزدکی بود که با دین محمد صلی الله و حکمت و عرفان علی پیوندی ویژه برقرار نمود و خود بانی یک مذهب و حکمت خاص شد و فرقه اهل حق از وجود ایشان جاری گردیده است. 12. سلمان فارسی یکی از عجیبترین قدیسین و حکیمان تاریخ بشر است که برای ایشان هیچ مشابه و رقیبی نمیتوان یافت و حتی در میان اصحاب پیامبر و دوستان علی علیه السلام نیز منحصر به فرد بود و پیامبر و علی علیه السلام درباره ایشان سخنان حیرت آور گفتند. ایمان را 10 مرتبه است و سلمان در مقام 10 است. سلمان خزانه وحی من است. سلمان به مقام من رسیده است. اگر آنچه را که سلمان می داند ابوذر بداند، کافر می شود. سلمان به علم تبدیل رسیده است. 13. در مذهب و حکمت اسماعیلیه قرون اولیه اسلامی مقام سلمان حتی از مقام پیامبر و علی هم برتر است و او را اساس دین خدا می دانند که به واسطه وجود ایشان پیامبر اسلام به معراج رفته و نبوت به کمال و خاتمیت رسیده و آخر الزمان آغاز شده است. 14. به هر حال تصوف ناب اسلامی، یعنی آنچه که به وادی عشق الهی می رسد، حاصل اتحاد و تلاقی اولین و آخرین دین خدا یعنی زرتشت و اسلام است و فصل مشترک و عامل این اتحاد هم کسی جز سلمان نیست. 15.
بلذا تصوف اسلامی حاصل پیوند معنویت و علویت است. 16. یکی از بزرگترین سخنگویان و نیز دیدار کنندگان جمال حق که به مقام عشق الهی رسیده است مولوی می باشد که غزلیاتش تماماً بیان این شور و عشق است که در وجود شمس تبریزی متجلی شده است. 17. خود مولانا نیز بعد از این واقعه تا به آخر عمرش در شور و سرمستی و پریشانی و سماع به سر برد و آن جمال را در همه سو و هر کسی دیدار می نمود و به قول بابا طاهر: به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم. 18. این عاشقان حق هرچند که در نظر بسیاری از فقها و متشرعین ملحد و مرتد هستند، ولی با این حال در نزد بسیاری از بزرگان طراز اول فقه شیعی تأیید و تصدیق شدند، مثل ملا صدرا، شیخ بهایی، امام خمینی و علامه طباطبایی و غیره، و تاریخ به سمت تصدیق و تقدیس کامل این عشاق الهی در حرکت است. 19. به نظر می رسد که به لحاظ عقیدتی و مکتبی و فرقی این عشاق الهی از همه جریانات عرفانی و صوفیه معمول هم جدا هستند و همه بزرگان عرفان نظری و متصوفه این عشاق را در فراسوی عرفان می دانند و گاه آنها را در قله عرفان معرفی می کنند و نهایت تصوف و دین و معرفت و شریعت و طریقت و حقیقت، چرا که نهایت و کمال مقصود جهان هستی چیزی جز دیدار با خدا نیست و این عاشقان قبل از قیامت به دیدار حق نائل شدند و قیامتشان برپا شده است و این پریشانی و حیرت و جنون و سرگشتگی حاصل این قیامت است که حیات دنیا را بر آنها حرام کرده و هر مسئولیت دیگری را از آنان برداشته است و به تصدیق همه بزرگان معرفت و شریعت و طریقت رسیدند. 20. آنکه خداوند را نه برای بهشت و یا ترس از دوزخ و نه برای رحمت و نعماتش در این جهان و نه حتی برای علم و معرفت و حکمت و اسرار و حقایق لدنیش و نه برای صفاتش و نه حتی ذات وحدانیش دوست می دارد و می پرستد، این پرستش خالص و ناب و عشقی حقیقی و خالص است و آن چیزی جز عشق جمالش نیست و آتش دیدار آن جمال. 21. همانطور که آخرین و ماندگارترین هویت باقی مانده هر کس برای ما در جهان همانا جمال اوست، جمال خداوند هم همان هویت جاودانه و مطلق اوست. 22. پرستش برای غیر جمال اصلا پرستش نیست، بلکه یا تجارت است و یا ترس. پس این عشاق تنها پرستندگان خالص و حقیقی خداوند هستند که از او جز دیدار جمالش نمی خواهند و برای این دیدار دست از حیات و هستی خود شستند. 23. آدمی به میزانی که خداوند را بر اساس صفات و رحمت و نعمات و کمالش میشناسد و تصدیق میکند، بدون تردید مشتاق دیدار جمالش میشود و این سرآغاز و مقدمه عشق الهی است تا به دیدار، و برخی هم تا به تحمل و صبر بر این فراق را تا قیامت ندارند و به تکاپو می افتند تا اینکه جلوه ای از جمال او را به گونه ای در خواب یا بیداری دیدار می کنند و زان پس آتش شوق و جنون و دیدار مجدد است که بنیاد دنیای عاشق را می سوزاند و آواره شهر و دیار خود ساخته و چه بسا سرگشته بیابان می کند به این امید تا دیگر بار دیدار کند. 24. در عشقهای مجازی و جنسی و شهوانی آدمی تا به سال دیگر هیچ کار و بار و هم مغمی ندارد و هرچه که می کند برای به سال است. آیا عشق الهی و جاودانی و روحانی کمتر از این است؟
25. امامان ما نخستین دیدار کنندگان بودند، ولی آنها دارای امامت و از نسل و شجره ولایت و نیز صاحب مسئولیت و وصایت نبی هستند، ولی زا قدرت و توان مهار خیش را دارا هستند، ولی انسانهای معمولی که به این دیدار می رسند انان عقل و اختیار و مسئولیتهای دنیوی از کف می نهند و دیوان بار سر به صحرا می نهند و جز یک بار دیگر دیدن دلیلی برای ادامه حیات ندارند، فقط یک بار دیگر، و هر بار هم که می‌بینند شیداتر و دیوانه‌تر شده و می‌گویند فقط یک بار دیگر. این معنا و هویت صوفی اهل حق است که با یک دیدار تبدیل به قلندری بی‌تبار در عالم خاک می‌شود که جز حمالی تن کار دیگری در این جهان ندارد و شبان روز در این امید که کجا این بار وانهد و به یار ملحق شود. 26. فرقه اهل حق امروز همچون سایر فرقه های اسلامی و شیعی مثل اسماعیلیه به لحاظ معنا و ماهیت منقرض شده تلقی می شود و جز نامی از آن بر جای نیست و قرن هاست که از این فرقه حقی بر نخواسته است. 27. باید درک کرد که فرقه های اسلامی هر یک به مانند پلکان یک نردبان است که اسلام نام دارد و سلسله مراتب سیر و سلوک حقیقت اسلام و امامت می باشد، ولی ظاهر یک در بطن کل اسلام است که جایگاه حقیقی خود را می یابد، وگرنه هر یک به تنهایی و به خودی خود کامل و بی نقص به نظر نمی آیند. به مانند اصحاب پیامبر که چه بسا یک دیگر را مرتد می دانستند ولی همگی در حریم اسلام محمدی بودند. فرقه های شیعی هم این گونند که به طور جاهلانه یک دیگر را ترد و لعن می کنند. و این را هم باید دانست که هر فرقه و حقیقتی دارای اصل است و جعلی، و نباید جعل هر فرقه ای را به حساب حقیقت آن گذاشت و قضاوت کرد. چه بسا اهل سنت که از برخی شیعیان شیعه ترند مثل مولوی و عطار و سعدی، و چه بسا اهل حق که از اهل سنت هم غیر شیعه ترند، و چه بسا شیعه که از یهود هم عقب تر است. 28. نهایت کمال همه مذاهب اسلامی و غیر اسلامی اهل حق است، یعنی به حریم قدسی حضور خداوند وارد شدن و با تجلیات حضرت حق دیدار نمودن در درجات، و در هیچ مذهبی همچون شیعیان اهل حق شاهد حضور چنین انسانهایی نیستیم که با جمال واحد پروردگار دیدار کرده باشند و یا لااقل چنین ادعایی کرده باشند. همین ادعا نیز بسیار عظیم است، زیرا هر حقیقتی از یک ادعا آغاز می شود، همانطور که لا اله الا الله فقط یک شعار است که در دیدار با الله محقق می شود. 29. ولی کسانی که از هر مذهبی این دیدار را به کلی منکر و مخالف با حقیقت و ناممکن و کفر می دانند به راستی کافرند، حتی اگر به اسم شیعه باشند. آنان که از دیدار به خداوند مایوس هستند کافرانند. قرآن. این امید یا یأس از دیدار با خداوند مربوط به حیات این دنیاست، زیرا در قیامت اخروی اصلا یأس امید مطرح نیست و این واقعه لقاء الله برای هر کافر و مؤمن رخ می‌دهد و اختیاری در کار نیست. 30. به همین دلیل ابن عربی می گوید که کسی که در این دنیا در امید و انتظار دیدار با خداوند نباشد از امت محمد صلی الله نیست. 31. از جمله اتهامات وارده بر این قلندران اهل حقان است که به احکام شرع پایبند نیستند، و این عجب است. کسی که به یار رسیده که دیگر نامه نمی نویسد و از او تقاضای هدایت و رستگاری نمی کند. زیرا رستگاری همین است.
کسی که دنیایی ندارد، که خمس و زکات و حج و خیراتی ندارد، کسی که هر شبانه روز یک وعده غذا هم ندارد که روزه ندارد. او دائم الصلات و دائم در روزه و دائم در حضور و دیدار است. کسی که خودی ندارد دیگر دینی ندارد، زیرا دین همان راه رسیدن خود به خداست و اینک این راه طی شده است و مقصود حاصل است. 32. ممکن است گفته شود که آیا اینان از خود رسول و امامان هم برترند که شریعت را ادا نمی کنند؟ خیر، ولی رسول رسالت دارد و امام هم وصی نبی است و حافظ و شارع دین در مردم است. البته برخی از این اهل حق دارای رسالت و هدایت خلق بودند که البته راه و روش متفاوت داشته و همچون امامان عمل کردند. 33. در قرآن آمده: ای مؤمنان، اقامه صلات نکنید آنگاه که مست هستید. برخی این مستی را به خمر و شراب نسبت دادند که احمقانه است. گویی که خداوند به مؤمنان میگوید که به هنگام اقامه صلات شراب ننوشید و مابقی بنوشید. این مستی جذبه و خلسه عشق الهی است که مؤمن دچار بی خودی شده است و خود دائم الصلات است. 34. برخی عبادتی برتر از صلات نمی شناسند و لذا هر که را اهل صلات نبینند کافر و ملحد می خوانند، در حالی که در قرآن آمده که صلات برای رسیدن به ذکر قلبی است و ذکر برتر از صلات است. اهل ذکر دائم الصلات است، یعنی مستمر غرق در یاد خداست. 35. احکام پرستی به جای خدا پرستی بزرگترین آفت دین و شریعت بوده و اساس نفاق خلق است، تا آنجا که امامان را به آسانی به قتل می رسانند به جرم الحاد، چرا که حج نمی کنند مثل امام حسین و یا به مسجد نمی روند. 36. دین پرستی بزرگترین فساد دینی است. دین راه رسیدن به خداست و نه خود خدا. راه پرستی به جای مقصد پرستی. آنها که در دین هیچ گامی بر نداشته و طی طریق نکردند و نهایتاً احکامش را مقصد دانستند و لذا دریایی از احکام و فوت و فنهای جنون‌آمیز ابداع کردند و شریعت را تبدیل به یک تخصص دست نیافتنی نموده و دین را دکان ساختند. دین ضد دین، دین ضد خدا، مذاهب پیامبر کشی و امام کشی از این عرصه پدید آمدند. 37. بی تردید از معارف توحیدی اهل حق بسیاری از شیادان و مفسدین سوء استفاده کرده و کار به جایی رسانیدند که مصرف خمر و افیون را در زمره عبادات قرار دادند. تکلیف این جماعت روشن است، تحت عنوان تصوف و عرفان مفاسد را تقدیس می کنند. این ادامه مکتب مرجعه در صدر اسلام است که امویان بانیش هستند، که خالد ابن ولید و عمرو عاص و معاویه امامانش هستند که به جای اقامه صلات خمر می نوشیدند. 38. عشق الهی دارای هیچ فوت و فن و راه و رسمی نیست، زیرا عالی ترین اجری است که خداوند به مؤمنان خالص خود هدیه می کند و از طریق این عشق است که هزار توی نفس مؤمن به نور جمال حق متجلی و پاک از کل دنیا و اهلش می گردد و نفس واحده رخ می نماید و این مقام توحید یا وحدت وجود است. 39. آن که خلق خدا را به نیت هدایت خدمت می کند بی مزد و منت، لایق این عشق است. آن که عشق رسانیدن خلق به خدا دارد، خودش بیش از آنها، خودش بیش از آنها مستحق این وصال است. 40. عباد الله المخلصین در قرآن همین عاشقان روی خداوند هستند که وجودشان به نور این عشق از خود و غیر خود پاک شده و عرصه حضور پروردگار گردیده است
که مظهر اراده و افعال او در میان مردم شدند. اخلاص در فرهنگ قرآنی همان عشق است و عباد الله المخلصین یعنی پرستندگان عاشق. اینان حتی از مقام ذاکرین هم فراتر می روند و مذکور خداوند واقع می شوند، یعنی خداوند بر آنها صلات می کند. اینان محبوب خدایند و محمد صلی الله سرسلسله این محبوبین است. 41. آن که برای خدا دل از عزیزان می کند و چه بسا مطرود عزیزان واقع می شود و تک و تنها می گردد لایق عشق الهی است و خداوند را مورد محبت خود قرار می دهد. این عشق اجر تنها شدن برای خداست در جریان خدمت به خلق. زندگی کسی چون حلاج این حقیقت را به وضوح به اثبات می رساند و یا زندگی ابوذر غفاری، رابعه ادویه، طاهر قرة‌العین و دیگران. اینان شهیدان جمال دوست هستند، شهید عشق الهی که هر که مرا بجوید می‌یابد و هر که مرا بیابد می‌شناسد و هر که مرا بشناسد عاشق می‌شود بر من و هر که بر من عاشق شود عاشق می شوم بر او و هر که را عاشق شوم به قتل می رسانم و هر که را به قتل برسانم دیه‌اش بر من واجب است و من خود دیه او هستم. 42. اینان امانت خدا در میان خلق هستند و بقیت الله فی الارض در هر قومی و عصری. اینان خود آینه جمال حق برای خلق هستند و این است که در واقع بر پادارندگان قیامت بر مردم محسوب می شوند و لذا تا این حد مورد ادابت اشقیای شریعت پناه قرار می گیرند، یعنی پرستندگان خدای نادیده و نابوده، یعنی آنان که بر این باورند که خدا مقدس‌تر از آن است که اصلاً وجود داشته باشد و اگر هم وجود دارد حق ندارد از پشت بام آسمان پایین‌تر بیاید زیرا کثیف می‌شود. 43. آن که خداوند را دیدار می‌کند خود آینه گردان رخ یار می‌شود. این است سر صوفی صافی فنا شده از خود و بقا یافته در جمال دوست. 44. جمال جمال کمال است و جمال حضرت حق هم کمال جمال است و جمال مطلق. پس جمال پرستی در وادی معرفت همان مطلق پرستی است در عرصه صفات و افعال و عبادات و شریعت و حیات و هستی دنیوی، و اینان همانند که به قول قرآن از دست پروردگارشان رزق می‌خورند و هم نشین اویند و غذایشان نور جمال اوست. 45. عشق الهی اجر مطلق پرستی در کمال دین و دنیاست. پرستش کمال خوبی ها و پاکی ها، پرستش خلوص در هر امری، زیرا فقط به واسطه چنین عشقی است که چنین پرستش در عمل حیات دنیا ممکن و میسر می شود. این عشق همان تحقق اخلاص در دین و دنیاست. اخلاص در اندیشه و احساس و عمل و رابطه و معیشت و حیات و ممات. جز به واسطه این عشق دین در آدمی خالص نمی شود و نفس پاک و منزه از غیر نمی گردد و خود در خدا فنا نمی آید. پس این عشق حاصل همه دعاها و ادعاها و تلاش هاست. 46. عشق الهی اجر اراده به دوست داشتن است، نه دوست داشته شدن. دوست داشته شدن به واسطه خدا اجر دوست داشتن بی مزد و منت خلق خداست برای رضای خدا. 47. عشق الهی اجر دوست داشتن خوبی ها، پاکی ها، شرافت، عزت، عصمت، عدالت، معرفت و حقیقت است. 48. عشق به خداوند به معنای عشق به کسی که اصلاً در عقل و احساس و تجربیات و ادراک بشر نمی گنجد و اصلاً در جهان هستی نمی گنجد و چیزی در حد فنا می نماید، عین عشق به فناست.
و این گوهره هر عشقی حقیقی است. عشق فنا عشق به نابودی و عدم نیست، بلکه عشق به وجودی برتر از وجود است، عشق به حقیقتی مطلق و ناب است. این عشق البته فطری انسان است، ولی در کسی می جوشد و به فعل می آید که روی به خوبی و محبت و شرافت و عصمت داشته باشد و دوست داشتن را دوست داشته باشد. عشق به خداوند نهایت دوست داشتن برای دوست داشتن است و نه دوست داشتن برای دوست داشته شدن. عشق به خداوند همان عشق به عشق است. 49. عشق الهی اجر دوست داشتن بی مزد و منت و توقع دوست داشتن است. 50. عشق به خدا عشق به دوست داشتن به قیمت فنا شدن است، زیرا دوست داشتن بی مزد و منت خلق موجب عداوت و انتقام خلق کافر می شود و مردم کافر چشم دیدن چنین محبتی را ندارند، زیرا این محبت خدایی است و حضور خدا در خلق است. پس عشق به خدا عملاً موجب برپایی قیامت عاشق می شود و او را در صحرای محشر وجود تک و تنها می گذارد و مواجه با فنا می سازد. پس عشق فنا اساس عشق الهی است. به قول قرآن اکثر مردم از دین خالص بیزارند و با آن عداوت می کنند و کمال دین خالص همان عشق به دیدار خداست. و این است که این عاشقان در میان خلق و مخصوصا در میان دینداران منافق مورد اشد کینه و دسیسه واقع می شوند و چه بسا جان خود را از دست می دهند. کل عشق به دیدار خداوند عشق برپایی قیامت است و از آنجا که بشر امروز در آخر الزمان یعنی آن روز قیامت 50,000 سال قرار دارد، پس در قلمرو ظهور حق قرار دارد و دین جز این نیست. یعنی پیامبران دین آخر الزمان همین عاشقان جمال حق هستند و لا غیر، یعنی عاشقان ظهوری که در نزد عامه موسوم به ظهور ناجی موعود است. ناجی موعود همان کسی است که جمال پروردگار را برای جهانیان آشکار می سازد. نجاتی جز دیدار حق نیست، نجات فقط در جمال پروردگار است. پس دین آخر الزمان دین عشق جمال حق است و جز این دین نیست. این است دین واحده بشری در آخر الزمان. یوم الدین، روز دین، روشنایی دین و صراط المستقیم. عشق جمال حق همان صراط المستقیم هدایت است، زیرا هر که او را یک بار دید دیگر گمراه نمی شود و دچار زلالت و تاریکی نمی گردد. دین آخر الزمان دین جمالی است و جمال دین در یوم الدین، دین در ظهر ظهور. و این ظهور جمال ذات انسان است و دیدار انسان با خیشتن خیش. پس طبیعی است که این ظهور از وجود سالکان معرفت نفس رخ دهد و طبیعی است که به قول پیامبر اسلام صلی الله، معرفت نفس تنها راه هدایت و رسیدن به حقایق دین باشد. یعنی عشق ظهور و شوق دیدار جمال حق حاصل به خود رسیدن انسان است و حضور بر آستانه ذات خیشتن همان آستانه قیامت و لقاء الله است. این ظهور حاصل یکی شدن با خیشتن است و فنای در ذات خود شدن. این خود شدن عین فنا شدن خود است. 51. کل کائنات از ازل تا ابد و کل تاریخ بشری از آدم و ابوالبشر تا قیامت کبرا حجاب روی خوب حضرت باری تعالی است. 52. پس حجاب روی خالق اقیانوس بیکرانه‌ای به وسعت هستی غرق در آتش و خون و التماس ملائک و زجه بنی آدم است و سجده و شکر و شفاعت انبیا و اولیای الهی. 53.
آدم از آتش آغاز شد و به آب انجامید و جهنم و بهشت از این دو مخلوق سر برآورد و بنی آدم را به خود دعوت نمود که اکثرا به سوی آتش رفتند و اندکی هم به سوی آب. 54. و جان از هماغوشی آب و آتش پدید آمد و مأموریت یافت تا خانه روح شود که اراده خالق است. 55. آنان که روح را پذیرا شدند و هستی و حیات خیش را به خدمتش گمارند، محل تجلی اراده حق و جمال خالق گردیدند. 56. آنان که آب و آتش ز خود زدودند و پرده هستی بر خود دریدند و دامن دل چاک کردند و جان در صحرای فنا افکندند و خود را آماج تیرهای بلای اشقیا نمودند، جمال روی دوست را در آن سوی وجود و عدم دیدار نمودند که بر احوال بنی آدم میگریست به چشمی آتش و ز چشمی آب و چشمی سوم که چشمه خون است. اینان علیین هستند. 57. آنان که سرایدار عرصه وجودند و دل به وجود نمی دهند و در آن دخل و تصرفی نمی کنند، صاحب جانی می شوند شیرین که باید در مقابل جمال دوست قربانی کنند تا چشم دیدن یابند. مجال دیدار همان لحظات قربانی کردن خیشتن است. این لحظات هرچه طولانی تر باشد مجال دیدار جمال بیشتر می شود، همان لحظاتی که ابراهیم تیغ بر گلوی اسماعیل می کشید و نمی برید، همان ساعاتی که حسین علیه السلام غرق در تماشای قربانیان خیش در کربلا بود، همان لحظاتی که علی فاطمه را کفن و دفن می نمود، همان ساعاتی که ابوذر مشغول تماشای جان کندن دخترش از فرط گرسنگی بود، همان لحظاتی که حسن آخرین جرعه های زهر را از کوزه آبی که زنش به دستش داده بود می نوشید، همان لحظه ای که مادر موسی طفلش را در آب می انداخت، همان ساعتی که مسیح بر صلیب آماج نیزه‌های کسانی بود که آنان را شفاعت و شفا داده بود، همان لحظه‌ای که محمد صلی الله از فرط دلدرد ناشی از گرسنگی بر سجده توان برخاستن نداشت و می گفت پروردگارا گرسنه‌ام، آیا تو را نانی در سفره نیست؟ آیا تو هم چون من گرسنه‌ای؟ همان ساعاتی که حلاج به دست مریدانش سنگسار می شد و دعایشان می کرد، همان لحظه ای که میشیما در میدان شهرداری توکیو شمشیرش را با کینه و خشم تمام در شکمش در لابلای معده و روده هایش می چرخاند تا بتواند شاید دلش را به چنگ آورده و از سینه برون افکند، همان ساعاتی که عین القضات ذره ذره و نم نم به واسطه شمع ها ذوب می شد و چون شمع قطره قطره آب می گشت، همان لحظاتی که ایوب شاهد خودفروشی زنش بود تا لقمه نانی برای شوهر بیمار و پیامبرش به خانه آورد، همان لحظاتی که یوسف در آغوش زلیخا جان می کند، همان لحظاتی که عطار سر بریده اش در زیر بغل و به سوی قبرش می دوید. اینها آن لحظاتی است که آدمی به کمتر از دیدار جمال حق امکان تحمل وجود را ندارد. فقط در چنین لحظاتی انسان استحقاق دیدار دارد. لقاء الله نیازی در حد وجود است. 58. جمال پروردگار همان جمال ذات عالم وجود است، صورت وجود است، همانطور که هیچ موجودی بی صورت نتواند بود، عالم هستی هم بی روی خالق نمیتواند باشد. 59. کل ذات و کرات و کهکشانها در جستجوی روی ذات خیش در گردشند و تا جمال ذات خود نبینند آرام و قرار و ثبات نگیرند و موجود نگردند. پس واقعی لقاء الله واقعی تحقق موجودیت عالم وجود است. 60.
و اما آن کس که جمال دوست قبل از آن لحظه و پیشا پیش می‌بیند، مصداق السابقون و السابقون و اولئک المقربون است، یعنی سبقت جویندگان عالم وجود و در تماشای جمال. پس آن که جمال دیده است باید هرچه سریع‌تر برود، وگر نکار کائنات طبق قاعده زمان به سامان نمی‌رسد و کودک پیش رس سقط می‌گردد. این قیامت زود رس است، ولذا مردمان قصد جانش می‌کنند تا بتوانند به زندگی طبیعی خود ادامه دهند. دیدار جمال پروردگار نیازی وجودی است که اگر لحظه‌ای به تعویق افتد انسان نابود می‌شود. لقاء الله در قیامت کبرا هم برای کل کائنات در حد همین نیاز است، نیاز به بودن. و این است که این دیدار در نهایت وادی فنا برای سالک راه خدا رخ می دهد. و این است که ظهور ناجی موعود هم یک لحظه مانده به نابودی بشریت رخ می نماید، نابودی روح انسان. ناجی یعنی ناجی وجود انسان، ناجی انسانیت.